یه چند نکته راجع به دو جلسه قبل بگم، بعد اگر سوالی داریم بپرسین و بعد وارد قسمت پایانی فصل اول میشه. یه اشتباهی کردم جلسه پیش، پارادایم رو براتون وقتی که نوشتم رو تخته یه اچ اضافه گذاشتم، اچ نداره، حالا دوباره می نویسمش، ولی اون اسپلی که روی تخته نوشتم اشتباه بود. یه سوالی جلسه اول پرسیده بودن راجع به نسبت مدرنیسم و روشنگری، حالا لزوماً هم به بحث ما مربوط نمیشد، در اون جلسه خیلی جواب مشخصی نداشتیم، ولی احتمالاً میتونیم اینجوری جواب بدیم که مدرنیسم جدا از اینکه میتونه یک دوره تاریخی باشه که یکی از جنبه های تشکیل دهندش ایده های روشنگری باشه، در یه حوزه های مختلفی وارد میشه که روشنگری لزوما وارد اونا نمیشه. یعنی شما مدرنیسم میتونید در مسئله آزادی های فردی، نهادهای اجتماعی، هنر، ادبیات، چیزایی از این دست ببینید که و فلسفه قطعا، ولی روشنگری یه ایده مشخصیه که میتونه یکی از بخش های این فرم آف لایفی باشه که ما به عنوان فرم آف لایف مدرن میشناسیم. به خصوص در بحثی که ما داریم میکنیم، روشنگری، ایده روشنگری اینجوری بود که آدم میتونه جهان رو خودش بشناسه، یعنی این قابلیت رو داره برای اینکه جهان رو بشناسه. سوالی از بحث جلسه پیش اگر داریم بپرسیم. یه نظری هست که مدرنیسم به زمان مربوط میدونه، مثل اینکه مثلا میگیم که نیوتن یه زمان این نظریش درست بوده و نظریه انیشتین اومده اون رو رد کرده، مثلا نیرو رو رد کرده. بعد شما اینجوری گفتید که یه نظریه هست که میگه اون به زمان خودش درست بوده، این به زمان خودش. هم چیزی نگفتم؟ نگفتید؟ نه. من اینجوری برداشت. ببینید چهار تا حمله ای که به جلسه پیش راجع به چهار تا حمله صحبت کردیم دیگه، کدوم هیچ کدومشون همچین چیز جلسه پیش درست نبودم، درست نبودم. آره نه نگفتم همچین چیز. سوال دیگه. خب ببینیم مسیر حرکتمون چه جوری بود. مسیر حرکتمون اینجوری بود که گفتیم که سر میخواد یه چارچوبی رو اول از برامون فراهم کنه، یه متافیزیک پایه‌ای برامون تهیه کنه، درون اون متافیزیک پایه سعی کنه به یه سری سوالات در مورد ذهن و زبان و جامعه پاسخ بده. در مورد و گفتیم خیلی اتفاقا ممکنه که ایده های اصلیش به اون چیزهایی که ما با به عنوان کامن سنس یا عرف عمومی میشناسیم نزدیک باشه، هرچند مثلا در مورد ذهن اون دوالیسم ذهن و بدن که شاید کامنسنسیکال تر باشه از بقیه ایده های موجود در مورد فلسفه ذهن رو نمیپذیره. پس خیلی نباید فکر کنیم که داره یه چارچوب کامنسنسیکال میده، یه چارچوبی داره میده. حالا بعضی از این ایده ها نزدیکتره به ایده های کامنسنسیکال. گفتیم در مورد جهان خارج و صدق به نظریه هم صحیح نیستش، روی کرده واقعیت در مورد جهان خارج و نظریه مطابقه در مورد صدق قائل، معتقده که جهان خارجی مستقل از ذهن و زبان و زمان ما وجود داره، جهان خارج مستقل از این هاست و حقایقی در جهان خارج هست که عبارات زبانی اگر مطابق با اون حقایق باشن صادقن و در غیر این صورت کاذبن. جلسه پیش صحبت کردیم که احتمالاً قبلش جلسه اول صحبت کردیم احتمالاً این ایده در طول تاریخ فلسفه مخالفینی داشته، ولی اون خیلی برامون مهم نیست، به خصوص در مورد نقدهایی که به نظریه، اگر چیز اسمشو بذاریم نظریه، امروز بیشتر صحبت میکنم این مسئله واقع‌گرایی در جهان خارج رو، خودش معتقده که نباید اسمشو بذاریم نظریه. این نگرشی که ما در مورد واقعیت جهان خارج ازش صحبت می‌کردیم
در قرن بیستم به خصوص با پیشرفت‌های علمی قرن بیستم و درون فلسفه علمی انتقاداتی وارد شده بود که سعی کرد به اونا جواب بده. این کاری بود که تا جلسه پیش کرد. امروز یه مقدار بیشتری در مورد شکاکیت در مورد جهان خارج صحبت می‌کنیم و این ایده که آیا استقلال جهان خارج از ذهن ما مستلزم ناشناختگیش یا غیر قابل شناختنش میشه یا نه، اینکه یه چیزی مستقل از ذهن ماست، آیا میشه از این ادعا نتیجه گرفت که اساساً قابل شناختن نیست. بنابراین این جلسه هم راجع به این صحبت میکنیم، شبیه کاری که در جلسه قبل کردیم. بیشتر استدلال ها وقتی که بازسازی میشه متوجه میشیم که اون نتیجه ای رو که انتظار داریم از مقدمات در نمیاد، بیان که خیلی بخوایم در مورد مقدماتش صحبت کنیم، به جز یه موردی در مورد درست بودن مقدمات صحبت میکنیم. ما جلسه پیش اگر یادتون باشه در مورد اون 4 تا چالش علیه واقع‌گرایی در مورد جهان خارج تقریبا یه مسیر واحدی رو پیش گرفتیم و اون این بود که این استدلال ها بر مبنای هر مقدماتی هم که چیده شده باشن این نتیجه ای رو که میخوان برای ما فراهم نمی کنه. این که یه چیزهایی مثل بانک یا پول یا سازمان های بین المللی بر ساخت های اجتماعی انسانی هستن و در غیاب انسان ها احتمالا وجود ندارن، به خودی خودش دلیل نمیشه که اولا همه چیز بر ساخته اجتماعیه و ثانیا این که جهان خارجی وجود نداره. یک قدیسی هست در مسیحیت به نام سندونی، معمولا در این بحث مربوط به برسازی اجتماعی اینا میشه بهش اشاره کرد. بچه ممیزه این قدیس اینه که سرشو قطع کردن و بعد از اینکه سرشو قطع کردن سرشو به دست گرفته و یه مقداری راه رفته. یک دعواهایی هم از درون کلیسای کاتولیک واقعا چقدر راه رفته، مثلا 6 مایل رفته 5 مایل، این واقعا در مورد مقدار مسافتی که با سر درون دست حرکت کرده یا آدم های کار میکنن و مثلا متخصص این موضوع هستن. کسی در این مورد جمله خیلی جالبی میگه و اون اینه که در چنین مواردی اون چیزی که خیلی مهمه قدم اولی. احتمالا اگر شما بپذیرید که یه نفر که سرش از بدنش جدا شده سرش گرفته دستش و حرکت کرده یه قدم برداشته، خیلی این که 6 مایل هم رفته سخت نیست، میشه اونو پذیرفت. واقعا ماجرا قدم اولشه. در مورد این بحثای مربوط به سوشیال کانستراکشن هم همین جوریه، یعنی خیلی از اوقات اون قدم اول استدلال مشکل داره. بعد اگه قدم اول درست بشه آره میشه پذیرفت که ما وجود نداریم، همه بر ساخته های خودمونیم، شما بر ساخته یه چیزای دیگه ای هستی، همین کارهایی که لازمه رو میشه کرد. یه مقداری حالا راجع به این ها صحبت کنم. در جلسه اول برای شما گفتم که وقتی که بحث واقع‌گرایی رو مطرح می‌کنیم باید دقت داشته باشیم و دقیق باشیم در مورد این که در مورد چه چیزی باید دقیق باشیم وقتی بحث واقع‌گرایی رو می‌کنیم. که واقع گرایی درباره چیزه، درباره چه چیزیه؟ واقع گرایی در مورد اعداد، واقع گرایی در مورد اشیاء جهان خارجه، واقع گرایی در مورد هویت نظری علم، داریم راجع به چه چیزی ادعا میکنیم که واقعا وجود داره. شکاکیت هم همینطور، شکاکیت هم وقتی که شما ازش صحبت میکنید باید به همون دقت واقع گرایی صحبت بکنید که شکاکیت در مورد چه چیزی دارید صحبت میکنید. شکاکیت میتونه در مورد اذهان دیگر باشه، اینکه شما یک استدلالی رو پیش رو بذارید که مطابق اون استدلال این فرض که بجز ذهن خودتون ذهن دیگری هم وجود داره تضعیف بشه، این فرض که ما اذهان دیگری هم داریم. میتونه شکاکیت در مورد اون چیزهایی باشه که ما میتونیم بدونیم راجع به معرفت، اساساً راجع به معرفت باشه، اینکه آیا ما میتونیم چیزی رو بدونیم، میتونیم در مورد چیزی باور موجه داشته باشیم یا نه. شکاکیت
احتمالاً در مورد بحثی که ما می‌کنیم میتونه در مورد جهان خارج هم باشه، یعنی اینکه واقعا جهان خارجی به این معنی که ما در دو جلسه پیش صحبت کردیم مستقل از ذهن، زبان، افکار، احساسات ما وجود داره یا نه. به ندرت شاید در تاریخ فلسفه کسی رو بشه پیدا کرد که واقعا لفظ شکاک رو بشه بهش استناد کرد، یعنی خودش واقعا اونجوری فکر کنه که برهان شکاکیت داره پیش میبره، یعنی یه کسی فکر کنه که هیچ ذهن دیگه‌ای وجود نداره. یه ذره عجیبه آدم مثلا کتاب بنویسه و سعی کنه دیگران رو متقاعد کنه که ذهن دیگه‌ای به جز ذهن خودش وجود نداره یا جهان خارج وجود نداره. معمولا ما با استدلال‌های شکاکانه روبرویم، استدلال‌هایی که در واقع میخوان برای ما نشون بدن که اون شواهدی که پیشتر فکر می‌کردیم توجیه کننده وجود چیزیان در واقع شواهد ناکارآمد، ناکافیان یا اصلا شاهدی وجود نداره برای اون چیزی که تا قبل از این استدلال فکر میکردیم وجود داره. به این ترتیب احتمالاً کسی که در مورد اذهان دیگر برای شما یک استدلال شکاکانه فراهم میکنه از شما میپرسه که به چه دلیلی فکر میکنید که ذهنهایی به جز ذهن شما وجود داره، و وقتی که شما اون شواهد رو رو میکنید، اون شواهدی که بر مبنای اون فکر میکنید که اذهان دیگری وجود داره، استدلالی میچینه که مطابق اون شواهد دیگه اون کارآمدی سابقشون رو ندارن که نشون بدن که اذهان دیگری وجود داره. به طور خیلی ساده حالا بزنیم یه بار در مورد اذهان دیگر این استدلال شکاکانه رو بازسازی کنیم تا ببینیم که در مورد جهان خارج چه شکلی داره. در مورد اذهان دیگر ما معمولا به چه شواهدی متوسل میشیم برای اینکه فکر کنیم که از ذهن دیگران هم به جز ما ذهن دارن؟ معمولا به رفتارشون مراجعه میکنیم، یعنی در نگاه کامن سنسیکال باز به صورت عرفی میبینیم که موجوداتی رفتارهایی رو انجام میدن که ما معمولا وقتی که یک حالت ذهنی مشخصی رو داریم خودمون انجام میدیم. بنابراین وقتی که یک کسی ابراز ناراحتی میکنه، فریاد میزنه، گریه میکنه، از میناله از درد، فکر میکنیم که این در حالت ذهنی درده، به دلیل اینکه ما خودمون در حالت ذهنی درد احتمالاً کارهای شبیه اینو انجام میدیم. بنابراین یه شکاک برای اینکه این مسیر استدلالی رو قطع کنه چیکار باید بکنه؟ چی؟ نه، این فقط این چیزی که شما داره میگین تنها نشون میده که آدم ها ممکنه در حالتهای ذهنی دیگه ای هم باشن ولی رفتار درد رو از خودشون نشون بدن. این شکاکیت در مورد اذهان دیگر رو به کرسی نمیشونه. در حقیقت باید بیاد این رو نشون بده، یعنی نشون بده که آنچه که ما به عنوان شاهدی برای وجود اذهان دیگر تلقی میکردیم اساساً شاهد مناسبی نیستش. خب سر در این بخش کتاب دقیقاً شکل کلی برهانهای مربوط به شکاکیت رو معرفی میکنه. میگه شکل کلی برهانهایی که ما در مورد شکاکیت داریم در حوزه های مختلف، اذهان دیگر، معرفت، جهان خارج، به این ترتیبه. می شود بهترین شواهد را در یک حوزه مشخص داشت و همچنان به شدت و خطا بود. مثلا بهترین شواهدی که ما در مورد اذهان دیگر داریم، فرض کنیم که اگه قرن 19 هم بودیم احتمالاً رفتار بود، تو قرن 20 هم احتمالاً یه سری داده‌های مربوط به
نورون‌های مغزی افراد یه مقدار جلوتر شاید یه چیز دیگه ای باشه، ولی میشه همه این شواهد رو داشت ولی علی حال در مورد حالات ذهنی دیگران بر خطا بود. استدلال شکاکانه در مورد موجه بودن استدلال‌های استقرایی چجوری بازسازی میشه بر مبنای این شکل؟ استدلال‌های استقرایی، اگر یک استدلال استقرایی داشته باشیم چی میگه؟ نه این که این که میشه نقد توجیه استقرایی. خود توجیه استقرایی چی میگه؟ بهتر شد دارید از اینکه، ولی یک مورد نیست دیگه معمولا در استدلال استقرایی. اگر موارد مشاهده شده به شکل خاصی باشن، موارد مشاهده نشده همون پدیده هم به همون شکلن. اگر ما تا به حال دیدیم که مثلا به دنبال افت فشار هوا بارون میاد، تا به حال این پدیده رو مشاهده کردیم، در شرایط آینده هم اینطوریه که به دنبال افت فشار هوا بارون میاد. خب و بخوایم حالا شکاکیت، حالا این نقدی که شما گفتین، حالا این که موجه نیست میدونیم، یعنی ممکنه که پدیده هایی که تا به حال مشاهده کردیم به یه شکلی باشن و پدیده هایی که در آینده رخ میدن به شکل دیگه‌ای باشن. به این بر مبنای این شکل کلی که من نوشتم اگه بخوایم بازسازیش کنیم چجوری میشه؟ به حوزه مشخصمون چیه اینجا؟ نه مشاهده شده به طور یعنی شاید یه ذره عمومی‌تر گذشته. میشود بهترین شواهد را در مورد گذشته داشت و همچنان در مورد آینده به شدت بر خطا بود. خب میشه بهترین شواهد را در مورد رفتار داشت ولی همچنان در مورد حالات ذهنی برخطا بود. خب برهان شکاکیت در مورد جهان خارج چجوری بازسازی میشه؟ این که در مورد استقراست، یعنی شکاکیت در مورد توجیه استقرایی در واقع به خاطر اینکه اون فرض یک نواختی طبیعت رو قبول نداره یه استدلالی میکنه. سر نکتش یه چیز دیگه است. نکتش نیست که چرا آدم ها سوق داده میشن به سمت استدلال شکاکانه. چیزی که میگه اینه که تقریبا تمامی استدلال های شکاکانه یک فرم ثابت دارن. فرم ثابت چیه؟ میگه هم بهترین شواهد شما ممکنه در مورد یک حوزه‌ای داشته باشید ولی نتونید، ولی همچنان در اون حوزه به شدت بر خطا باشید. در مورد جهان خارج چجوری میشه اینو بازسازی کرد؟ شواهدی که ما در مورد وجود جهان خارج داریم چی هست؟ چرا ما فکر میکنیم جهان خارج وجود داره؟ یه سری ادراکات حسی داریم، بنابراین میشه ادراکات، بهترین ادراکات حسی رو در مورد جهان بهترین ادراکات حسی رو داشت، کاملترین ادراکات حسی رو داشت، ولی همچنان در مورد واقعیت جهان خارج بر خطا بود. خب این سابقه نسبتاً طولانی در تاریخ فلسفه داره این یک چنین ادعایی که شما ممکنه که در همین وضعیت حسی ادراکی باشید که الان هستید ولی چیزی به نام جهان خارج وجود نداشته باشید. بکنم همه شما بدونید که دست کم اینو میشه تا دکارت به عقب برگردون، یک روح خبیثی مرتب شما رو در حال فریب دادنه. بنابراین شما برخلاف اینکه فکر میکنید که یک جهان خارجی وجود داره، در توهم دائم هستیم. همونجوری که در شرایط که ممکنه که دچار توهم شین فکر کنید یه چیزهایی در یه مکانی وجود دارن در حالی که واقعا وجود ندارن، ولی ادراک حسی شما داره به شما چیز، یا شبه ادراک شما داره یه همچیزی رو به شما میگه که یه چیزی در اونجا وجود داره، ممکنه یک موجودی باشه که شما رو به شکل دائمی در حال به طور دائمی داره شما رو فریب میده. شکل جدیدتر این برهان روح خبیث دکارتی در مورد موجود فریبکار در متون فلسفه تحلیلی به عنوان مغز درون خمره ازش یاد میشه، brain in a rat.
به قدری این اصطلاح دیگه جا افتاده است که مخففش بی آی بی رو هم شما در متون فلسفی میبینین. اینکه شاید شما واقعا وجود نداشته باشید، یه جهان خارج وجود نداشته باشه، شما چیزی جز یه بی آی بی یا یه مغز درون خمره نباشید. مغز درون خمره شرایط داستان اینطوریه که مثلا نیمه شب دیشب مغز شما رو از بدنتون خارج کردن، درون یه ظرفی گذاشتن که به حیات خودش ادامه بده، یه سیمایی بهش وصل شده که این سیما به یه کامپیوتر بزرگی وصله، این کامپیوتر بزرگ هم که یه برنامه خیلی بزرگی روش هست داره نورون‌های مغز شما رو به شکلی تحریک میکنه که فکر میکنید که الان نشستید و یه چیزایی دارین راجع به فلسفه ذهن میشنوید، در حالی که واقعیت اینه که دیگه شما از مغزتون از بدنتون خارج کردن. خب اتفاقی که داره میفته چیه؟ اینه که شما به لحاظ ادراکی با هفته پیش که اومده بودین سر کلاس، واقعا اومده بودین سر کلاس، هیچ فرقی ندارین، من دارم حرف میزنم، تخته سفید اینجاست، بلنگوها و اینا، ولی واقعا اون چیزی که داره اتفاق میفته در پیرامون شما یک مجموعه سیمیه که به کامپیوتر بزرگی وصله و اونا دارن نورون‌های مغزی شما رو تحریک کنن. ادعایی که در حقیقت در سناریوی مغز درون خمره برین این وات یا بی آی بی مطرح میشه اینه که میشه شرایطی رو متصور شد که شما به لحاظ ادراکی، داده های ادراکیتون تفاوتی با شرایطی که واقعا جهان خارج وجود داره نداشته باشید، علی ای حال چیزی به عنوان جهان خارج به اون شکلی که ما ازش صحبت میکردیم پیشتر وجود نداشته باشه. بهترین شواهد ما برای وجود جهان خارج شواهد ادراکیمون بودن، درسته؟ ولی میشه که شواهد ادراکی، بهترین شواهد ادراکی رو داشته باشیم، همچنان به شدت در مورد واقعیت جهان خارج بر خطا باشیم. پس استدلال شکاکانه در مورد جهان خارج میتونه یه همچین شکلی بگیره. برخی از شکاکان از این ادعا فراتر هم میرن، در واقع به ما میگن که اساساً ما شواهدی برای وجود جهان خارج نداریم، نه اینکه این شواهد ناکارآمد و ناکافیان، مثل مدلی که در بی آی بی مطرح کردیم. اساساً ما شواهدی برای اینکه با جهان خارج واقعیت داشته باشه نداریم. یه مقداری حالا من راجع به اینا صحبت کنم. اینا رو هم سر میگه اتفاقاً تاریخ فلسفه از نمونه های متنوعی داره از این استدلال هایی که در حوزه های مختلف سعی میکنن نشون بدن که شواهد ناکافی و ناکارآمدن، و یا وقتی که رادیکال تر از این برخورد میکنیم اصلا شواهدی وجود نداره. در مورد جهان خارج و اینکه ادراکات حسی ما شواهد مناسبی هستن برای واقعیت جهان خارج، همونجوری که گفتم دو تا راه حل هست برای اینکه این ضربه بزنیم. یکی اینکه بگیم واقعا میشه شرایط دیگه‌ای باشه، من همین ادراکات حسی رو داشته باشم، جهان خارجی نباشه، مغز درون خمره باشم. یکی هم اینکه الان میخوام بگم اساسا ادراکات حسی شواهد مناسبی نیستن. این حتی بدتر از اولی حالا یه جوری شد بشه در موردش جواب داد. میگم آقا یه کاری میکنیم بین این دوتا سناریو، بین سناریویی که جهان خارج وجود داره و جهان خارج وجود نداره، به یه شکلی شد بشه تصمیم گیره. استدلال های نوع دوم معمولا این شکل کلی رو دارن که اساسا ادراکات حسی نمیتونن توجیه کننده فرض وجود جهان خارج مستقل از ذهن و زبان باشه. روشنه این دوتا نکته ای که گفتم؟ یکی اینه که شما میگید که آقا این ادراکات حسی میتونن باشن، سناریوی مغز درون خمره یا روح فریبکار برای شما اینو فراهم میکنه که شما حتی این شواهد بسیار مناسب رو هم داشته باشید، میشه وضعیت یه جور دیگه باشه که شما کاملا بر خطا باشید در مورد جهان خارج. دسته دوم اینه که اساسا هیچ ربطی ندارن این شواهد به وجود چیزی در مورد جهان خارج، حتی اگر هم ما مغز درون خمره نباشیم.
ببینید اساساً در حقیقت به اون سمت میخواد بره که اساساً شواهدی نیست، ولی به طور مشخص میخواد بگه که ادراکات حسی شاهد مناسبی برای وجود جهان خارج نیست. ولی ایده پشت ماجرا اینه که اگر ادراکات حسی نباشن احتمالاً هیچ چیز دیگه هم نیست. خب دو نوع استدلال هست در مورد اینکه بخوایم از ارتباط بین ادراکات حسی رو با واقعیت جهان خارج قطع کنیم. یکی استدلال مبتنی بر عدوم و یکی استدلال مبتنی بر توهم. Argument from science یا argument from illusion. من در مورد اینا هم یه توضیح میدم که هر کدوم چی کار میکنه و سر چگونه سعی میکنه که راه این استدلال ها رو ببنده. در برهان مبتنی بر علوم یا برهان مبتنی بر علم علیه واقعیت جهان خارج، مسیر استدلالی به این ترتیبه که شما بر مبنای بهترین نظریه‌های علمیتون توضیح میدید که وقتی که به یک شیء در جهان خارج نگاه میکنید و اونو میبینید چه اتفاقی میفته. مثلا وقتی که ما یه درخت رو میبینیم چه اتفاقی میفته. بعد وقتی که این توضیح رو میدید درون سنت نگرش روشنگری و علمی هم هستیم، وقتی که این توضیح رو میدیم اون وقت نگاه میکنیم ببینیم واقعا ما چه چیزی رو داریم میبینیم. آیا داریم یک درخت، یک شیئی رو در جهان خارج میبینیم مستقل از ذهن و زبان خودمون، یا یه چیز دیگه ای رو داریم میبینیم؟ استدلال های مبتنی بر علم این کار رو میکنن، نهایتا به ما میگن که اون چیزی که داریم میبینیم یه چیز دیگه است و نه یک شیئ مستقل از خودتون در جهان خارج. خب به سال خیلی پیچیدگی های جدیدش نشیم، ولی وقتی که من به یه درخت نگاه میکنم چه اتفاقاتی میفته که من یه درخت میبینم؟ یعنی به شکل حالی یه ذره پیچیده تر از این اینه که یه فوتون های برخورد میکنن به سطح درخت، اون فوتون ها بعد چه اتفاقی واسه شون میفته؟ برخی از اون فوتون ها برمیگردن به شبکه، برخورد میکنن به چشم، سطح چشم ما، شبکیه چشم ما، اعصابی که پشت این لایه های پنجگانه ای که ما در علوم طبیعی برای چشم قائلیم، حالا ممکنه یه ذره پیچیده تر شده باشه در امروز، این اعصاب برخی این اعصاب که تحریک میشن پیغام هایی رو به یه بخش هایی در مغز میرسونن، بخش اون در یه بخشایی از مغز یه فعالیت های نورونی اتفاق میفته، نتیجه اینها برای من یه تجربه بصری فراهم میکنه که بهش میگم دیدن درخت. این توضیح احتمالاً علوم امروزی اگر پای صبح این خب خیلی شکل دبیرستانی داشت، یعنی شکل کلیه، یه مقدار شاید دقیق تر برای ما دانشمندان توضیح بدن که واقعا اتفاق انتقال فوتون چجوری رخ میده، فیزیکدان ها و فیزیولوژیست ها برای ما توضیح بهتری بدن از این که در سطح شبکیه ما چه اتفاقی میفته، دانشمندان و مغز و اعصاب هم برای ما توضیحات بهتری بدن از اتفاقاتی که در سطح نورونی میفته. ولی ماجرا اینه که اون وقت ادعای فلسفی که بر مبنای این توضیح علمی ساخته میشه اینه که خب پس ما درخت رو نمیبینیم، که اون چیزی که نهایتاً داره در مغز ما پردازش میشه یه سری داده های حسیه، یه سری تحریکات حسی، حالا به هر معنی که بخوایم اسم اینها رو بذاریم، که داره سنتاً بهشون میگفتیم ادراکات، پرسپت. یه ذره جلوتر مثلا تجربه گرایان، برخی از تجربه گرایان و از جمله برتران راسل به اینها گفتن داده های حسی، مشخص سنس دیتوم یا سنس دیتا، داده ها یا داده حسی. و این چیزیه که داره تجربه حسی رو برای من فراهم میکنه،
واقعا توضیح علمی داره، میگه من درخت نمیبینم که یه فوتون هایی داره میخوره به شبکیه چشم من و بر مبنای اون یه سری تحریکات حسی داره اتفاق میفته. چرا من فکر میکنم که این به معنی دیدن یک شی در جهان خارجه؟ این میشه استدلال مبتنی بر علم علیه واقعیت علیه واقع‌گرایی جهان خارج. خب احتمالاً اگه بخوایم این استدلال جواب بدیم چی باید بگیم؟ باید بگیم میشه تحریک کرد از هوای مغزو که این به وجود بیاد. خب آره میدونیم، یعنی میشه در غیاب، واقعا در غیاب درخت هم این اتفاق بیفته. میشه در غیاب یک درختی که در جهان خارج هم باشه این اتفاق برای یه مقداری پیشرفت کنیم احتمالا میفته. آره ولی اینا همه که به چیز اینا همه به نفع اینه که بگیم که جهان خارج وجود نداره. من الان سوالم اینه، این استدلال رو گفتن کسی که میخواد از واقع گرایی جهان خارج، واقع گرایی در باب جهان خارج دفاع کنه چی باید بگه؟ ادراکات از این چیزی که بیرون هست آره، ولی چرا باید این فرق؟ ببینید این دقیقا همون چیزی که میخواییم در موردش بحث کنیم، چون ماجرایی بود که در غیاب اون چیزی هم که در بیرون هست اگر اون تحریکات صورت بگیره ما این تجربه رو خواهیم داشت. بنابراین این چیزی که شما میگی در حقیقت همون چیزی که میخواییم دعوا کنیم سرش. اثبات شده که در غیاب اون چیزمون میتونیم حدس بزنیم که اینطور باشه واقعا، یعنی ببینید شما سرکنی یه چیزی بگم بعد بگم. مثلا ما در مورد دکارت که وقتی که داره صحبت میکنه مثلا از یه چیزی صحبت میکنه، فکر کنم هنوز هم این اصطلاح در پزشکی استفاده میشه به نام فانتوم پین، درد مثلا چی؟ شبح مانند. آره در مورد سربازانی صحبت میکنه که در جنگ یه بخشی از بدنشون رو از دست دادن ولی همچنان در اون نقطه درد احساس میکنن، یعنی در حالی که مثلا دیگه انگشتان پاشون وجود نداره در شست پاشون درد احساس میکنه. حالا ولی اینو که بنابراین دعوا سر اینه، دعوا سر اینه که ادراک ببینه. یه بار دیگه من بازسازی کنم بعد به پاسخهای شما. گفتیم ادراکات حسی بهترین، یه ادعی ممکنه همچین ادعایی کنن، ادراکات حسی بهترین شاهد برای وجود جهان خارج. استدلال مبتنی بر علم نمیاد بگه که ادراکات حسی میشه یه جور دیگه ای باشن و اینا، اساسا یه چیز دیگه ای رو میگه. میگه اون چیزی که در فرایند ادراکات حسی اتفاق میفته و باعث میشه که ما یه چیزی رو ببینیم، واقعا اون اشیاء جهان خارج نیستن، خود اشیا نیستن که ما داریم میبینیم. یه فوتونیه که اون چیزی که با ابتدای این جریان رو داره فراهم میکنه یک فوتونیه که برخورد کرده به سطح روی بدن من و اعصاب سطحی من تحریک کرده تا اینکه بیاد وارد لایه های عمیق‌تری بشه در درون مغز. خب چی میگیم بهش؟ نه اجازه بدین یکی یکی همه همین خود این فوتون و نورون شبکه و اینا رو چجوری این که میخواد استدلال کنه کجا اینا رو آورده؟ من بفهم شواهد حسی دیگر رو بکنم مثلا میگیم که چون لفظش بریم چون میشه سرس رو بزن که خنه یه درخت بریم ساعت در من البته این همه در مغز در من خمره هم ممکن اتفاق بیفته ولی خب دیگه بیاز خوراش مشاهده دیگه ما این مسئله بیاز بکنم با مشاهده دیگه همون بیرون از خودت این نظاره داشته باشه که این تحریم صورت بگیره، یعنی اگر در درم خودت باشی چون این تحریم صورت بگیره. خب
ببینید به نوع این سوالی که در مورد اینکه ممکنه که بالاخره فوتون و یه مقداری از اعصاب سطحی و اینجور چیزا وجود داشته باشه، در حقیقت یه مقداری واقعیت به جز خودمون رو پذیرفتیم، در حقیقت در مثال مغز درون خمرم تا حدودی اینجوریه، یه کامپیوتر و یه دانشمند و یه سری سیم و اینجور چیزا رو پذیرفتیم، ولی ماجرا اینه که اساساً اون چیزی که در مورد جهان خارج فکر می‌کنیم اونجوری نیستش که به صورت کامن سنسی کار می‌فهمیم. ولی یه بار دیگه من سوالمو تکرار می‌کنم. ببینید من با یه استدلالی علیه پیشورز خودم روبرو شدم. پیشورزم اینه که جهان خارج مستقل از ذهن و زبانم وجود داره. استدلالی که باهاش مواجه شدم اینه که ببینید ما اینجوری می‌بینیم. و چون اینجوری می‌بینیم، چون ساینس به ما میگه ما اینجوری می‌بینیم، پس جهان خارجی وجود نداره. من چجوری این استدلال رو باید جلوش بگیرم؟ میشه گفت که این در واقع یه جور درگیری لفظی و فارسی زبانی شده، چون دیگه ما فرق ممیزی نداریم بین این که اگر بگیم مغز درون خمر است جهان خارج وجود داره، میگن اینجوری دیگه خارج و داخل می‌معنیه. ببینید اینجوری بگیم خارج به این معنی آنچه که به عنوان وضعیتی بیرون از ذهنمون فرض میگیریم اساساً با اون چیزی که داریم ادراک میکنیم متفاوت باشه. ببین اگه واقعا ما مغز درون خمره باشیم اساساً وضعیت فرق داره با این چیزی که الان داریم ادراک میکنیم که همون اومدیم تو انجمن حکمت فلسفه نشستیم سر یه کلاسی. من میگم مهای ذهن زبانی ما خودمون هم بخش از جهان خارج تو و اینکه واسطه‌های عینی ما داره این واسطه بتونیم ذهن زبان داره اتفاق میفته. یعنی بدون تغییرات روانشناسی خب ولی این چرا استدلال رو تضعیف میکنه این ادعا؟ نه منظوری که تضعیفش میکنه که جهان خارج وجود نداره؟ آه. خب ولی ببینید استدلال مبتنی بر علم اینه که جهان خارج وجود نداره. میگه ببینید شما یه چیزای دیگه ای رو دارین میبینین، درخت نمیبینین که در اینجوری بگم شما درخت نمیبینین، فوتون دارین میبینین. خب از این نمیشه نتیجه گرفت جهان خارج نیست. بنابراین وضعیت دوباره همون وضعیتیه که ما در جلسه قبل داشتیم. اینجا با یه مغالطه‌ای روبرو میشیم که به این میگن مغالطه منشأ، جنریک فالسی. مغالطه منشأ مغالطه‌ایه که بر مبنای خصوصیات منشأ یک پدیده یا یک مفهوم نتایجی رو در مورد وضعیت فعلی اون پدیده یا مفهوم میگیره. مثلا یا همچین نمونه رو در نظر بگیرید، شاید مردم شناسان بتونن یه همچین نظریه بدن، بعضیشون به این قائلن که در حقیقت حلقه ازدواج شکل تغییریافته یه وسایل دیگه ای بوده، از جمله مثلا در برخی اقوام از یه زنجیرهایی استفاده میکردن مثلا برای اینکه اگر حمله کرده بودن و اسیری از یه قوم دیگه گرفته بودن اون فرار نکنه. چی؟ آره این شکل تغییری یافته اونه. خب بنابراین امروز رد و بدل کردن حلقه ازدواج در هنگام مراسم ازدواج غلطه، چون که یه دیشه مثلا غیر انسانی داشت. خب ببینید این شکلی از مبالغه منشأ در حقیقت داره میگه که به خاطر اینکه منشأ یک پدیده یه چیزی بوده من الان میتونم یه ادعایی در مورد وضعیت فعلیش بکنم. آدم ها میتونن استدلال بیارن که رد و بدل کردن به حلقه کار بدیه یا کار خوبیه یا کار خیلی بدیه، میتونن در مورد اینکه در وضعیت فعلیش استدلال بیارن به چه دلایلی الان این کارو باید کرد یا نباید کرد. در این استدلال هایی که میارن منشأ این پدیده دخالتی نخواهد داشت. اتفاقی که در برهان مبتنی بر علم داره میفته همچین وضعیتی داره در مورد منشأ ادراکات حسی با شما صحبت میکنه.
در حقیقت داره یک شرح علی از مکانیزم ادراکات حسی برای شما فراهم میکنه. این چیزی نفیاً یا اثباتاً در مورد جهان خارج نمیگه. یعنی همونطور که چه ربطی داره به اینکه جهان خارج نباشه، چه ربطی داره به اینکه جهان خارج هم باشه. یعنی در خودی خودش یک بسته نکتش هم اینه. ببینید احتمالاً برای اینکه این برهان رو بخوایم بزنیم، یه راه حل اینه که بگیم که آقا اون شرح علمی که از پدیده ادراک حسی داره ارائه میشه شرح درستی نیست. ولی اگر این کارو بکنیم، ما در حقیقت یک کار خیلی بدی کردیم و اون این که از بهترین علوممون فاصله گرفتیم. بهترین علوم ما دارن برامون توضیح میدن که ما واقعا چه اتفاقی میفته واسمون وقتی که یه پدیده ای رو میبینیم. ولی اگر بپذیریم که شرح بهترین علوممون در مورد اتفاقی که داره میفته صحیحه، این هنوز چه ربطی داره به این که یه چیزی وجود داره یا یه چیزی وجود نداره؟ پس اینجا ما دچار مغالطه منشأ شدیم. ببینید سر اصلا به شما نمیگه که ببینید حالا جلوتر من به خصوص وقتی که بحثو ببرم جلوتر اینو متوجه میشی، نمیگه که ادراکات حسی دلیل مناسبی هستن برای اینکه جهان خارج باشه. چرا؟ به جلسه اول مراجعه کنید. چرا اصلا موضعش در مورد جهان خارج چیه؟ و این پیشفرضه، اصلا پیشفرضیه که من خیلی نباید خیلی در موردش بخوام استدلال بیارم. یه مقداری فقط برای این بحث روشن‌تر بشه من دارم میگه که احتمالاً شکاک چه نظری داره. بخش بزرگی از کاری که داره میکنه اینه که به شما بگه که باور من به جهان خارج جنسش متفاوت از باورم به اینکه زمین گرده. میگه پیشفرض‌های اساسی هستن که این باورهای دیگه اصلا توی اون پیشفرض‌ها معنی پیدا میکنن، ولی در عین حال برای شما یه توضیحاتی میده در مورد برخی از استدلال‌هایی که علیه واقع‌گرایی در مورد جهان خارج مطرح میشه و بیشتر کارش هم نشون دادن اینه که این استدلال ها اون چیزی رو که میخوان هدف بگیرن نمیتونن هدف بگیرن. این ارتباط بین نتیجه استدلال و مقدمه استدلال برقرار نمیشه. خب استدلال ببینید اینم یه چیز دیگه. چرا من باور دارم که من میتونم یه شرح علی بدم از اینکه چرا باور دارم 2 به علاوه 2 = 4؟ احتمالا من جز معلم های دبستانم فقط اسم معلم کلاس اول هم یادم مونده، ولی اون احتمالا آدم مهمی بوده در اینکه من باور پیدا کنم به اینکه 2 به علاوه 2 = 4. مثلا من میتونم برای شما توضیح بدم که یه توضیح علی بدم از نسبت خانم حسنی و من که این کم کم یه کاری کرد که من باور کنم 2 به علاوه 2 = 4، یا شاید چند چیز دیگه هم باور کنم. این شرح علی هیچ ربطی به اینکه این واقعیت برقراره یا برقرار نیست نداره. اینکه چگونه تولید باور برای من اتفاق میفته یک ماجراست، اینکه واقعا اون ماجرا برقراره یا برقرار نیست یه ماجرای دیگه است. برای من در مورد ادراکات حسی با برهان مبتنی بر علم به اگر چیزی گفته باشم و درست باشه گفتم چجوری ادراک حسی رخ میده. چیز بیشتری از این نگفتم، ادعای بیشتری هم نباید از این بکنم. بیشتر از این بنابراین الان ببخشید اگه از شرح علی درباره نحوه دیدن جهان نمیشود نتیجه گرفت که جهان وجود ندارد. به خصوص چون اگر همچین نتیجه بگیریم دچار مغالطه منشأ شدیم. ولی اونم من میتونم یه توضیحاتی بده. اولا که خونه که ببینم که باز دیدنه، خونی که مال دست خودمه. همون لحظه که دست خودم چیزی میکشه. آره. ببینید این کسی که میگم نکته من حالا اون برای که بگیم که به چرا باید همچین حرف بزنم. ببین کسی که راجع مغز درون خمرم صحبت میکنه میتونه کاملا یه همچین سناریوهایی رو بنویسه. برنامه نویس اون کامپیوتر بزرگ کافیه که برنامه نویس خوبی باشه. که شما هر وقت که دستتون رو در اون فایل های کامپیوتری اگر دستتون رو روی چاقو کشیدید یه تحریکاتی در یه جاهای مغزتون صورت بگیره که
یه احساس سوزش و درد بکنی، یه رنگ‌هایی رو هم ببینید، این خیلی چیز عجیبی نیست. متوجه؟ یعنی مثالی که شما میزنید بعضی خیلی بهتر نمی‌کنه برای کسی که با واقع‌گرایی در مقابل جهان خارج مشکل داره. سر اساساً با این نحوه استدلال مقابله می‌کنه. میگه حالا فرض کنیم که شیوه من میتونم یه توضیح علمی مناسبی بدم از اتفاقی که در هنگام لامسه برای من میفته، دیدن یا شنیدن هم نمونه خوب. از هیچ کدوم از اینها نمیشه نتیجه گرفت که جهان خارج وجود نداره. مثل اینه که در حقیقت بی ارتباطی ماجرا مثل اینه که مثل همون ماجرایی که گفتم، این که شما چجوری یاد گرفتید دوی به علاوه دو مساوی چهار میشه به اینکه این واقعیت برقراره یا برقرار نیست. همه ما که همه مثلا قضایای هندسه اقلیدسی رو خودمون اثبات نکردیم که واقعا برامون مسجل شده باشه، بعضی وقتا هم شاید شنیده باشیم که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. این هیچ در دستگاه هندسه اقلیدسی این چرا این هیچ ربطی نداره که من چگونه یاد گرفتم، چگونه این باور برای من تولید شد. باور یک سوژه شناختی در مورد این که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است اساساً ربطی به این نداره که همچین واقعیتی در جهان فیزیکی مثلا برقراره یا نه. شما میدونید که این دوام هستش که بالاخره هندسه جهان از کدوم یکی از دستگاه‌های هندسه ریاضی تبعیت میکنه، مستقل از اینکه من چجوری یاد گرفتم که کدوم یکی از این دستگاه ها رو یاد گرفتم، چجوری یاد گرفتم، چجوری ذهنم شرطی شده، این واقعیت برقرار هست یا برقرار نیست. بنابراین ما مقالطه منشأ رو در argument from science میتونیم یه نقطه من ببینیم. استاد اصلا این که تا تاییدش هم میشه یه طرف دیگه، تایید جهان خارج وجود داره. چرا؟ چون در واقع شما این که بررسی کنید که منشأ این باور کجا اومده، دلیل بر درست باور این باور نیست. آره. ولی این از یه طرفش کمک میکنه اصلا، یعنی اینکه ما با یه منشأ این بدون پیچیدگی ما بفهمیم درخت وجود داره، اصلا این تایید بر درخت هم میشه در یه حدودی. چرا؟ شما میگید که این درخت رو از کجا فهمیدیم که وجود داره؟ یعنی دلیل بر اینکه ما فهمیدیم دلیل درخت وجود داره هست دیگه. نه میگم نکته واقعا ممکنه همش توهم بوده باشه، حالا میریم جلوتر. ولی میخوام که این که شما میگید که یعنی شما میگید این که مثلا چرا فهمیدیم یه چجوری فهمیدیم که مثلا چندون فهمیدیم که قضیه اقلیدس قضیه مثلا فیثاغورس درسته ما فهمیدنش رفت میگنه فیثاغورس درسته قرار آفرین. خب ولی من فکر میکنم که بلاخره اون استدلالی که ما تو ذهنمون کردیم یه استدلال اثبات فیثاغورس میگم. ولی حالا فرض کنیم که به شکل اصلا یه سناریویی من میچینم که اینجوری نباشه، آدم ها اصلا کاملا یه داستان علمی تخیلی فرض کنیم که آدم ها دیگه اصلا یادشون رفته اثبات کنن و اینا، همینجوری از همدیگه شنیدن که مجموع زوایای داخلی مثلث 142 درجه است، کسی هم وقت نداشته بره اثبات کنه یا اندازه بگیره. میدونیم نکته اینه، نکته اینه که یک شرحی از اتفاقی که برای یک باور داره میفته، واقعا ما باورهای مختلفی برامون شکل میگیره دیگه. شاید من نمیدونم واقعا کی برای ما این باور، خیلی جالبه که هر کدوم از ما به این فکر کنه که کی واقعا این باور برای شکل گرفت که زمین به دور خورشید میچرخه. احتمالاً چون در یه مدتی دادهای حسی که میدیدیم فکر میکردیم واقعا خورشید دور زمین میچرخه دیگه، در دوران طفولیت خودمون که اینجوری بوده، در دوران طفولیت بشریت هم اینجوری بوده. احتمالاً هر کدوم از ما در یه دوره‌ای به همچین نتیجه رسیدیم. این شرح اینکه این باور چجوری برای من پیش اومد یا چگونه پیش نیامد چیزی در مورد واقعیت مسیر گردش سیارات به دور همدیگه در منظومه شمسی نمیگه. ببینید هر دوباری که توضیح بدم در حقیقت اصلا نمیدونم چی باید بگم آره یا نه رو واقعا نمیدونم. یعنی موجودی که هیچ گونه آره میگم من رو واقعا خیلی عجیبه رجمون آدم من چی بگم، اون که هیچ نوع ارتباط تعاملی با من نخواهد داشت. من چه باید بر از خودش بپرسید، من واقعا نمیدونم که
فرض آره. اگر امکان اینجوری خوب باشه یعنی یعنی شما هر وقت وقتی میدونید فراتر از ذهن خودتون جای دیگه قرار بگیرید، هر چیز شما تو ذهن خودتون هست. خب بله، حالا نه فرض کنیم بله، حالا من شما نظر خودتون میکنم. نه ببینید، شما استدلالتون رو بچینید، بگین چی میخواییم بگین، من راجع به اون صحبت میکنم. انسانی که تو این شرایط قرار بگیرید این چیزی رو نمیتونه فرض. پس همین که چشش رو باز میکنه یه خب پس ولی شروع میکنه به کار کردن. پس دنیایی اینا اگه قبول اگر اینو نداشت آره. وجود آره من در مورد استدلال شما چیز خاصی نمیگم، ولی چون شما با من موافقین بنابراین دیگه اشکالی نداره دیگه، جهان خارج وجود داره. آره آره نه این به عنوان یه استدلال داشتیم میگفتیم، یه استدلال مخالف. اگر علم اینجوری برای ما توضیح میده، شاید اون چیزی که میبینیم واقعا اون درخت نیست، داره توضیح میده. در بهترین حالت حتی آره، من دارم پرسپت میبینم، سنسیتا میبینم، فوتون دارم میبینم، این چه ربطی داره به ادعای من در مورد جهان؟ ایلوژن آها، این که یک رابطه علی خب بله نمیکنه دیگه. ببینید این که بله من نکته کاملا درستیه. ببینید من باورهام یه نسبت‌های معرفتی با هم دیگه دارن، نه نسبت‌های متافیزیکی با یه چیزهای در جهان خارج. یه باوری میتونه موجه کننده باور دیگه‌ای باشه، میتونه باوری تضعیف کننده باور دیگه ای باشه، ولی یک باور چیزی خودش در ارتباط مشخصی به لحاظ متافیزیکی با جهان خارج قرار نمیگیره. مثل عبارات زبانی، مثل یه جمله. تو منطق یه جمله میشه از این جمله دیگه نتیجه بگیریم، ولی از یه جمله شما به خودی خودش چیزی راجع به جهان نمیتونی نتیجه بگیری. جملات ارتباطشون با هم دیگه ارتباطات زبانی. یه چیزی که بگم، من مثلا اینو میخوام مثال کنم برای حرفم. میگن که فیزیولوژیست‌ها میگن که کودک انسان به دنیا میاد و یک ماه اول که بدون یک ماه اول کل جهان اطراف رو دو بعدی میبینه. خب اون تصویر دیگه و اصلا درک ازی نداره که مثلا عمق داره این تصویر. خب تا وقتی که اولین اشیا رو شما لمس کردن، تست لمسش قوی میشه، حتی این یه جور در علیهی بر این چیزه دیگه، علیهی بر اینه که نه ببینید علیهی بر این حرفه و علیهی این که ما از داده های بیرونمون داریم اطلاعات رو ما ممکنه که از هر باورمون رو از داده های بیرون به دست آورده باشیم. ببینید این یه نکته است که هر کدوم از ما کی در چه سنی به چه باوری رسیدیم. این که واقعاً اشیای مستقل از ما وجود دارن، این باور احتمالاً مثلا در 3 ماهگی رخ داده باشه. این که این باور چگونه برای ما رخ داده اساساً ربطی به این که یه چیزی بیرون از ما وجود داره یا نداره نداره، وگرنه دچار مغالطه منشأ شدیم. راجع به این که چجوری یه چیزایی میفهمیم نگینا. بحث شما از جلسه البته الان کردیم دیگه نشد. این بحث برمیگرده به کام، یعنی بحث که جهان خارج وجود داره یا نداره. ما یه چیزی داره به نام فنومن و مومن. بله. بعد فیلد به اصطلاح جانشین کانت، یعنی کسی دیگه بعد از کانت نظریات رو عنوان میکرد. اون این بحث برگرده به فیلد. شما این رو بفهمیده که آیا کسی هست میگه غیر از من کسی جهان وجود نداره؟ یه فیلد میگه، میگه غیر از من جهان اصلا وجود نداره، هیچ چیز دیگه وجود نداره، جهان نه هیچ. خب ببینید اینو من اول گفتم، یه بخشی از این ایده که درست میگید که به کانت برمیگرده، ماجرا اینه که اگر یک چیزی اساساً مستقل از من باشه شاید قابل شناختن نباشه، مثل اون جهان اشیای فی نفسه. این ایده ایه که به هر حال میشه تا کانت بردش عقب. بیشتر در مورد اون صحبت میکنیم که واقعاً اگر من این جهان مستقل رو میتونم بشناسم یا نمیشناسم. این اتفاقاً جلسات آینده به خصوص که آقای دکتر شیخ رضایی راجع به ذهن صحبت میکنن روشن‌تر میشه. ماجرایی که ما فعلا داریم صحبت میکنیم اینه، استدلال‌های معمول علیه واقع‌گرایی جهان خارج چقدر منتجن، یعنی نتایجشون از مقدماتشون در میاد، چقدر معتبرن. اگر مقدماتشون صادق باشه نتایجشون هم صادقه. خب اجازه بدید من یه ذره اگه ممکنه برم جلوتر، بعد وقت میدم بری. استدلال دوممون
استدلال مبتنی بر توهمه. احتمالا میتونید حدس بزنید که چجوری استدلال مبتنی بر توهم نشون میده که شواهد سعی میکنه نشون بده که شواهد ادراکی دلیل مناسبی برای واقعیت جهان خارج نیستن. حدسش خیلی سخت نیست. چجوری؟ خواب دیگه به جز خواب خود توهم سیمرغ، یعنی سیمرغ نمیبینیم ولی میتونی ممکنه در چه نه ببینید فکر کردن به یه موضوع تفاوت داره با برهان مبتنی بر، چون برهان قرار شواهد ادراکی رو بزنه. ممکن شما به خیلی چیزا فکر کنید، به کوه طلا ممکنه فکر کنی. چی؟ منظورم این گفتم خواب این بود که یه نویسنده دادم از خواب که بیدار میشه میگه نمیدونم اون موقع بیدار بودم که الان دارم خواب می‌بینم یا موقع الان خوابم که قبلا بیداری بودش. یعنی این توهمی، یعنی این حسی که چون آنچه در خواب می‌بینیم همان نیست که انگار در واقعیت می‌بینیم. یعنی قوه بینایی ما همینه، قوه شنوایی ما همین، لامسه ما همین انواع حسا رو. خب ببینید این در مورد دکارت تقریبا چیزی شبیه این جمله شما رو میگه. میگه که من در تاریخ فلسفه راسل هم از این نقد میکنه در مورد اینکه اون موقع مثل که پیژامه هنوز اختراع نشده بوده یا چیزی شبیه. میگه من اگر الان که اینجا نشستم با پیژامه یا به غیر پیژامه دارم به چیزی فکر میکنم، نمیدونم خوابم یا خواب نیستم. و راسل هم نتیجه‌ای که از این استدلال میگیره اینه که در زمان دکارت بیاد نتایجی در مورد تاریخچه پیژامه میگیره. ولی این نکته‌ای که شما میگید به نوعی در بحث دکارت مطرح میشه. من ممکنه که ادراکاتی داشته باشم خیلی شبیه ادراکاتی که الان دارم که فرض میکنیم که بیدارم، مغز درون خمره نیستم، توهم نمیبینم و احتمالاً در شرایط عادی هستم. ولی این خود شرایط عادی رو چجوری باید تعریف کنیم، اینا همه میتونه مشکلات فلسفی داشته. ممکنه که من در یک شرایطی واقعاً ادراکات حسی داشته باشم در همین حالت مغز درون خمره خیلی داستان علم تخیلی عجب غریبی، واقعا در همین حالت زندگی عادیم یه چیزی رو ببینم که وجود نداشته باشه اساسا. مثال خطای دید باشه، مثلا من راجع به فیل صورتی چند جلسه پیش صحبت کردم. حالا فیل صورتی خیلی عجیبه آدم، یعنی عجیب که باید خیلی بلا سر خودش آورده باشه. فیل صورتی چی؟ پلنگ صورتی. آره ولی با یه ذره کمتر که بلا سر خودش بیاره یه چیزایی رو ببینه که واقعا وجود نداشته باشن. توهمی که به هر حال ممکنه که صحبت بکنیم ازش، یه چیزایی رو بشنوه که واقعا وجود نداشته باشن. خب که از لحاظ کیفی اساسا تفاوتی با ادراکات با کمی تسامح نرمال ما نداشته باشن. پس من یک ادراکات ایلوژنری داشته باشم، ادراکات توهمی داشته باشن که اینها در برابر ادراکات وریدیکال قرار بگیره. بنابراین فرض کنیم من دو نوع از ادراکات دارم، ادراکات حقیقی اسمشون رو بذاریم یا حقیقت نمایانه. چی؟ نه فقط این که میتونم بهشون اطمینان کنم نیستش، معطوف به یک واقعیتی هستند در جهان و ادراکاتی که معطوف به واقعیتی در جهان نیستن. فقط این که میتونم بهشون اطمینان کنم نیستش، ریلایبل بودنشون مهم نیستش، ایلوژنری. عجیب نیستش که حالا اگرم برای خود ما پیش نیامده باشه با این که این پدیده وجود داره روبرو باشیم که آدم ها ممکنه ادراکات توهمی داشته باشن در برابر بخش بزرگی از ادراکات که فرض کنیم ادراکات وریدیکال یا حقیقت نمایانه هستن، ادراکات حقیقی هستن. باز فرض کنیم که الان یه جهان خارجی وجود داره مستقل از ما، سه تا بلندگوی یه میزی در اون جهان خارج هست. این ادراک احتمالاً میتونه منو به این واقعیت در مورد جهان خارج رهنمون بشه که سه تا بلندگو روی میز هست، ولی در این حال ممکنه که من به یه دلایلی توهم بلندگوی چهارم رو هم درک کنم به یه دلایلی. خب که دیگه اونا
حقیقت نمایانه نیستش. استدلال مبتنی بر توهم علیه ادراکات حسی برای واقع‌گرایی در مورد جهان خارجی همچین شکلی داره. میگه چون کیفیت ادراکات توهمی با ادراکات حقیقت نمایانه تفاوتی نداره، به لحاظ کیفی این دوتا ادراک با همیش تفاوتی ندارن، من نمیتونم بدونم که همه آنچه رو که تا حالا حقیقت نمایانه میدونستم توهم بوده یا نبوده. پس ادراکاتی که تا به این لحظه فکر میکردم مؤید واقعیت جهان خارجه میتونه چیزی بیش از ادراکات توهمی نباشه، پس ادراکات حسی شواهد مناسبی برای واقع‌گرایی در مورد جهان خارج هست. درسته، مسیب استدلال رو دیدیم. این که شما میگید که ادراکات حسیمون مؤید واقع‌گرایی جهان خارجن، من چیزای خیلی شبیه اینا دارم که مؤید اشیایی در جهان خارج نیستن. اگر قرار باشه اولیا شواهد خوبی باشن، شما باید معیار تمایز مناسبی بین این دو دسته برای من فراهم بکنید. اون دسته که منو به خطا میرسونه و اون دسته که منو به حقیقت میرسونه. چون اساساً بین این دو دسته تفاوتی دیده نمیشه، به لحاظ کیفی دو تا با هم دیگه تفاوتی ندارن، بنابراین این که در مورد در مورد دسته اول چنین ادعایی کردید که میتونن واقعیت جهان خارج رو تایید کنن، ادعای گزافیه. ببینید، شما با سکه تقلبی دارید، سکه واقعی. این که میخوایم بگیم واحد پولی ارزش اقتصادی داره. اگر نشه بین پول تقلبی و پول واقعی تمایز قائل شد، شاید بشه ادعا کرد که پول واقعی پس هیچ ارزشی نداره. اگر این سکه قرار ارزشی داشته باشه، باید بشه تفاوتش رو با سکه تقلبی روشن کرد. در شرایطی که نشه تفاوتش رو با سکه تقلبی روشن کرد، نمیشه از ارزشش صحبت کرد. اینجا در مورد ارزش معرفتی یه سری شواهد داریم صحبت می‌کنیم. شما داریم میگید که این شواهد ارزش معرفتی دارن، ما رو به واقعیت جهان خارج رهنمون میشن، اما وقتی که من بررسی میکنم میبینم اینها تمایز اساسی با آنچه که من رو به خطا میرسونن ندارن. پس اشتباه کردید که اول گفتید که اینها شواهد مناسبی برای واقعیت جهان خارج هست. چه پاسخی بیدیم به یه همچین استدلالی علیه واقعی دیگری در مورد جهان خارج؟ نه نه، این استدلال به این معنی که ادراکات در این جهت، درسته، این در این جهت که ادراکات حسی شواهد مناسبی نیستن برای واقعیت جهان خارج، اینو چی؟ خب این در گفتم در مورد آدم هایی که حتی ممکنه که بیمارم نباشن صادقه، یعنی ممکنه در یه شرایطی شما یه صداهایی رو بشنوید، در مورد یه افرادی استمرار پیدا میکنه، به شکل سیستماتیکی تکرار میشه. خب سیستماتیک بودنش حتی مهمتر از اینه که تکرار میشه، یعنی شما میتونید بگیم که در همیشه در یه شرایط مشخصی نمیبینن. سوال اینه آیا ادراکات، خب الان این چیزی که گفتن اینه که نتیجه این میشه که ادراکات حسی دلیل مناسبی نیست برای اینکه اشیاء جهان خارج وجود ندارن. من با مثال سکه تون فرضیه، اگر که من نتونم تشخیص بدم که کدوم تقلب یا کدوم واقعی، نمیتونم هیچ کدومشون نفی کنم، یعنی نمیتونم واقعی رو نفی کنم بگم این تقلبیه، بله، نمیتونم بگم تقلبی واقعی، بله، بلا موضوع. خب حالا این در مورد سکه. در مورد
ولی اینو قبول دارید که اگر یعنی به لحاظ شهودی اگر من نتونم تمایز یک سکه ای رو با سکه های تقلبی روشن کنم، در واقع نمیتونم خیلی در مورد ارزش سکه صحبت کنم. بله ولی نه، مطمئن باشم که یه چیزی ببینید مطمئن باشم یه سکه تقلبی وجود داره و نتونم تفاوت یه سکه ای رو که ادعا میکنم اصیله با اون سکه تقلبی نشون بدم. احتمالاً وجود داره. آره نه، بحث وجود نیست، میخوام ارزش یه ادعا رو متوجه بشید. اینجا بستگی به شرایط داره. شما قبول کنین سکه، بگید من ممکنه تقلبی باشه، قبول نکنید. نه ببینید، من یه سکه تقلبی دارم مشخصا، توهم نمونه ای از اینه دیگه. میگفتم من میگه که در حقیقت اینجوری توپ رو توی زمین کسانی که واقع گرایی جهان خارج رو قبول دارن اول میندازه. میگه شما که واقع گرایی رو جهان خارج رو قبول دارید و قبول دارید که بعضی اوقات توهم رخ میده، تو میگه که حالا شما که اینو قبول دارید که توهم رخ میده، توضیح بدید که چه تفاوتی وجود داره بین آنچه که معید واقعیت جهان خارج میدونید و آنچه که شواهد توهمیه. طرف قبلا واقعیشو دیده که داره الان شبیه اونو حس می‌کنه، اما که قبلا واقعیشو دیده کافیه. دقیقا این نکته‌ای که ما در مورد اشتباهی که اینجا رخ میده در این استدلال اینه که فکر میکنه استدلال تقریبا خوب کار میکنه اگه میتونست باز میگم به شکل کامل و سیستماتیکی بازسازی بشه، که اساسا بین توهمات و ادراکات حسی تمایزی وجود نداره. استدلال در حقیقت داره روی یک تک ادراک حسی سرمایه گذاری میکنه، یک تک ادراک حسی که توهمیه در شرایطی که توهمیه و در شرایطی که توهمی نیست. اون آدمی که یه صداهایی رو میشنوه یا فکر میکنه یه کسی توی اتاق هست که نیست، اگر واقعا هم کسی توی اتاق باشه همین تجربه رو خواهد داشت. درسته؟ نکته اینه دیگه. ولی تمرکز استدلال روی همین تک شاهده، اصلا بر مبنای این که ما یه کارهای دیگه ای میکنیمه که میتونیم بفهمیم که یه نفر داره توهم میبینه. یعنی چی؟ یعنی شواهد حسی دیگران. پس اینطوری نیستش که اساسا نشه بین ادراکات حسی حقیقت نمایانه و ادراکات حسی توهمی تمایز قائل شد، وگرنه اینجوری بود اصلا ما از این دو تا لفظ استفاده نمی کردیم. اگر اینجوری بود ما به برخی بیماران نمی گفتیم که دوچار توهم شدن. نکته اینه که در مورد یک تک ادراک حسی ممکنه که از لحاظ کیفی تمایزی با یک تک ادراک حسی دیگه نداشته باشه، وقتی که یکی حقیقت نمایان است و یکی برخطا است توهمی. ولی در یک شبکه بزرگی از کسانی که دارن ادراکات حسی انجام میدن اصلا وضعیت فرق میکنه. بنابراین استدلال اینجوری داره پیش میره، میگه اگر یک تک احساس حقیقت نمایانه اساسا با یک تک احساس توهمی تفاوتی نداشته باشه، آنگاه ادراکات حسی معید وجود جهان خارج نیستن. این اشتباهه. نه دارم میگم که به شکل سیستماتیکی ممکنه که من بفهمم که این به یه دلایل دیگه‌ای بفهمم که این یکیشون توهمیه یکیشون حقیقت نمایانه. سطح مشترک گزارش‌های دیگران ها حس نیستش. دیگران مجموعه آدمایی که هستن گزارش میدن که کسی اینجا روی این صندلی نشسته و من ادعا میکنم که کسی روی این صندلی نشسته، به این دلیل که من میفهمم که من یعنی به این دلیل که اسناد توهم به من میشه و بقیه میگن که کسی که روی صندلی نیست حقیقت نمایان است ادعاش. چی همه دوشار توهم میشه؟ آره چی استدلالش علیه آره اینکه اینا کمرنگ میگن که همیشه 5 تا حسو با هم ندادن معنا یه استفاده. آره ولی میام حتی این که عفیقه میزنه اتفاقا جالبه، به این معنی هم درسته. یعنی ممکنه که من ادراک بصریم در مورد اینکه یه چیزی دارم میبینم یکی باشه، بعد بهش که نزدیک میشم ادراک لامسه‌ای که اتفاق میفته یکی نباشه. من دارم میگم حتی این که معمولا هم این اتفاق میفته در موارد انسانی، معمولا این اتفاق میفته، یعنی صدا رو میشنوین کسی رو نمیبینی، در شرایط بدتر کسی رو هم میبینین ولی نمیشه لمسش کرد. حالا همه اینا رو به فرض کنیم که اتفاق میفته، یعنی یه نفر در این
شکل این باندل آف پرسپشن، مجموعه ادراکات توهمیش برقرار بشه. خب دیگران همچنین چیزی رو نمیبینن. نکته اینه که شما باید بگید که یعنی استدلال چیه؟ استدلال اینه که درسته یک تک ادراک توهمی با یک تک ادراک حقیقت نمایانه ممکنه که به لحاظ کیفی تمایزی نداشته باشه. از این دوباره همونجوری که تا اینجا بحث کردیم نمیشه نتیجه گرفت که چیزی به عنوان جهان خارج وجود نداره. و این حرفی که زدید که مهمترین نکتهش بود در حقیقت اون چیزی که میخواد بگه، اصلا صحبت کردن از توهم درونه یه چارچوبی معنی داره که جهان خارج رو فرض کرده باشه. صحبت کردن از علم درونه یک چارچوبی معنی داره که جهان خارج رو فرض کرده باشه. و این نکته ایه که در بخش پایانی فصل اول ازش صحبت میکنیم. بفهم نکته ای که در مورد مغز، من فقط این رو بگم، این فقط برای اینکه جواب شما رو داده باشم. مغز درون خمره دو تا ورژن داره. یه ورژن مغز درون خمره شدنه، یه دونه ورژن مغز درون خمره بودنه. مغز درون خمره شدن اونی بود که گفتم، یعنی تا هفته پیش همه چی سر جاش بود، از دیشب شما رو برداشتن گذاشتن تو مغز درون توی خمره. مغز درون خمره بودن یه مرحله از این فراتر، یعنی از ابتدا شما مغز درون خمره بودین. خب نه ببین، در یه حالت داره میگه که چه فرقی در چی میکنه بودن و شدن این که در چه چارچوبی داره، چه پیش فرسایی گرفته. داشتم اینو میگفتم که یه سری از این حرفایی که داره آره. توی اولی به هر حال یه مقداری واقع گرایی در مورد جهان خارج رو واقعا یه جهانی که توش منظومه شمسی هست و درخت هست و اسب هست و انجمن حکمت فلسفه هست و اینا فرض گرفته شده، بعد توش یه اتفاقی افتاده که الان ادراکات حسی ما دیگه اونجوری، ادراکات حسی ما همون جوریه که بود، ولی دیگه واقعیت اونجوری نیستش که بود. خب یعنی یه کسی ممکنه بیاد بگه که آقا شما وقتی که داستان مغز درون خمره رو هم گفتین کلی واقعیت در مورد جهان خارج رو فرض گرفته بودین. میگم آره، این که در مورد مثالی که زدم که کاملا درسته، ولی میتونستم در اصلا اساسا در مورد مغز درون خمره بودن صحبت کنم که اینجوری یعنی یه کامپیوتر هست و یه دونه دانشمند. خب آره یه ذره بیرون، نه این اندازه، میگم این اندازه رو که در مثالم گفتم. اتفاقا بازم با نکته شما موافقم و این که بسیاری از این چیزهایی که داریم میگیم اساسا معنا پیدا میکنن وقتی که من یه مقداری واقع‌گرایی در مورد جهان خارج رو فرض گرفته باشم. به همین دلیل در بخش پایانی صحبتش، صحبت فصل اول، یه همچین حرفی میزنه. میگه که نباید به واقع‌گرایی در مورد جهان خارج به شکل یک نظریه نگاه کرد که گویا رقبایی داره که نظریه های دیگه هستن. در ضمن نباید واقع‌گرایی در مورد جهان خارج رو یک ادعایی دید در مورد وجود برخی چیزها مثل مولکول‌ها، صندلی‌ها، سیارات و کهکشان‌ها. اصلا این که شما میتونید بگید مولکول وجود داره، اتر وجود نداره، فلوژیستون وجود نداره، استادیوم آزادی وجود داره، راجع به اینجور چیزا میتونید صحبت بکنید، این به دلیل اینه که شما درون این چارچوب واقع‌گرایی جهان خارج دارین حرف میزنید. پس این سوالا در حقیقت فصل تقریبا با این سوال تموم میشه که آیا توجیهی برای واقع‌گرایی در مورد جهان خارج وجود داره. چرا این سوال میپرسه؟ میگه یه کسی ممکنه به من بگه که شما تمام کاری که تو فصل اول کردین این بود که یه سری استدلال مخالفتون رو جواب دادید، همه کاری که کردید و به خصوص هم گفتید که این استدلال ها ربطی به اون ادعای اساسی من نداره، آیا مستقلن شما نمیتونستید برای وجود جهان خارج استدلال بیارید؟ کاری که مطالعه کردیم این بود دیگه، همه پرسپکتیویزم، نمیدونم آندر دیترمینیشن، پارادایم شیفت بدون اچ، همه این چیزهایی که راجبشون صحبت کرده بودیم، اینا استدلال‌هایی بودن که تضعیف کننده واقع‌گرایی جهان خارج به حساب می‌آمدن. سر سعی کرده بود اینها رو جواب بده.
سوال آخر فصل اینه، آیا توجیه مستقلی برای واقعیت جهان خارج داره؟ اینجا یه نکته رو مطرح میکنه که خیلی وارد دیتیلش نمیشه، ولی بعد نیست که شما ببینید در مورد در معرفت شناسی معاصر جدید این نکته مطرح شده که همه آن چیزهایی که ما بهشون، همه آن چیزهایی که ما قبولشون داریم، اکسپتشون میکنیم، همه اون گزاره هایی که ما اکسپت میکنیم، توجیه پذیریشون از یه جنس نیستن. یعنی توجیه، واقعا توجیه پذیری این که جهان خارج وجود داره، جنسش با توجیه پذیری این که زمین به دور خورشید میچرخه فرق داره. اساسا اون رو ما خیلی مورد مناقشه قرار نمیدیم مگر در استدلال‌های فلسفی، ولی برای دومی باید یه شیوه های مختلف توجیه رو پیش رو داشته باشیم. میگه ادراکات حسی، محاسبات ریاضی، مشاهدات دانشمندان، شهادت آدم‌هایی که مطلع هستن یا خبره هستن. وارد این بحث نمیشه در اینجا، ولی این اتفاقی که در معرفت شناسی جدید زیاد روش دارن کار میکنن، این که همه گزاره‌هایی که شما قبول دارید به یک شکل توجیه نمیپذیرن. بنابراین واقع‌گرایی در مورد جهان خارج یک باور نیستش که من بخوام اساساً توجیهش کنم. بنابراین در فصل میگه آره، صحبت کردن از توجیه جهان خارج به نظرش محلی از اعراب نداره، چون هر نوع توجیهی در واقع این ادعای بزرگ رو میکنه. هر نوع توجیهی پیش فرضش اینه که هر نوع تلاش برای توجیه و هر نوع شروع کردن کار توجیهی پیشرفتش پیش فرضش اینه که جهان خارج وجود داره. چرا؟ در این تقریباً این چیزی که داره میگه شبیه همین بحثی نیست که میگن به طور مثال راجع به آغاز یا پایان دوریا یا زمان صحبت کرد، چون وقتی شما راجع به زمان صحبت کنید که ابتدا انتهاشو بدونید و در اون چارچوب بدونید. ببینید اینکه آره، اینکه احتمالا استدلال های دیگه شبیه این استدلال هست، من یعنی ممکنه که یه عده‌ای برای شما دلیل بیارن که چرا ما میتونیم خیلی به شکل عینی و علمی راجع به ابتدا و انتهای جهان صحبت کنیم. خب شاید، من حالا در مورد اینکه ادعای شما صحیحه یا صحیح نیست فعلا کاری ندارم. نکته چیه؟ نکته اینه که شکل ادعایی که داره میشه شبیه همین حرفی که شما زدید. شکل ادعا چیه؟ شکل ادعا اینه که آن چیزی که طلب توجیه داره میکنه در این بحث، چیزیه که وقتی که توجیه شروع میشه خودش پیش فرض گرفته میشه. پرسیدید چرا؟ ببینید، ما وقتی که داریم یک باوری رو توجیه میکنیم، داریم توضیح میدیم که چرا این باور به حقیقت ما رو رهنمون میکنه. خب بنابراین در اینجا داریم میگیم که چرا، چه چیزی در این باور هستش، اساساً چه چیزی در باور هستش که یک مطابقتی با یک واقعیت دیگه ای داره. این شکل کلی رو وقتی که شما نگاه میکنی، حرکت برای توجیه واقع‌گرایی در یعنی هر نوع نکته اینه، اگر کسی فکر میکنه که جهان خارجی وجود نداره و کس دیگه ای وجود ندارن، احتمالاً شروع به فعالیت فلسفی نباید بکنه. خب حالا چرا ما با مسئله شکاک رو برویم؟ خب برای اینکه استدلال هامون رو دقیق کنیم، یعنی این نکته نیستش که شکاکیت از کل فلسفه حذف میشه، ولی در ضمن استدلال شکاک رو نباید اونقدر جدی بگیریم که این تبدیل بشه به یکی از چارچوب هایی که ما بهش فکر میکنیم. ما در این یه چارچوبی سعی میکنیم به برخی استدلال ها پاسخ بدیم. دو نکته پس از نظر سه نکته نهایی، واقع‌گرایی در مورد جهان خارج نظریه یا عقیده نیست، تئوری یا اپینیون نیستش. این در دو تکرار میکنه دوباره، یه فریم ورکیه، یه چارچوبیه که همه این ادعاها توش شروع میشه. استدلال آوردن علیه استدلال های مخالف واقع‌گرایی علمی کار فلسفی مناسبی هست،
یعنی یه چالش‌هایی ممکن علیه واقع‌گرایی علمی مطرح بشه، ما سعی می‌کنیم بحثمون رو دقیق کنیم با جواب دادن به اونها. اما توضیح و توجیه مستقل واقع‌گرایی علمی از نظرش کار فلسفی مناسبی نیستش. خب نکته آخر، آیا جهان خارجی که مستقل از ذهن و زبان منه اساساً از شناخت من، از حوزه شناخت من خارج خواهد شد؟ پاسخ سر در حقیقت اینه که نه، اون این علم، من این اندازه احتیاج دارم از این جهان بشناسم، اون اندازه‌ای که علوم طبیعی برای من صحبت میکنه. ادعاهای فراتر از علوم طبیعی که آره از حوزه دسترسی من خارج خواهد بود، آره ممکنه که شما راجع به یک واقعیت‌های اصیل و برتری صحبت کنید، برتر از واقعیت تجربی، که اینا خارج از دسترسی منه. خب این به جای خودش. اون اندازه‌ای که من احتیاج دارم برای بحثم اینه که یک جهان خارجی هستش که علم داره توضیح میده در موردش. پس این که من دارم میگم که یک جهان خارجی هست قابل شناختن به این معنی نیستش که هر ادعایی که خارج، من دارم یه همچین حرفی میزنم که هر ادعایی که خارج از ذهن و زبان من قابل شناختنه. من به همچین متافیزیکی پایبند نیستم، درسته؟ من به این اندازه پایبندم که علم میخواد برای من در مورد این جهان توضیح بده. پس اگر یک واقعیت‌های اصیل و برتری هست و اشیای فی نفسه و یه چیزای رفیعی تری از اون چیزی که علم میگن، به جای خودشون متافیزیک من کاری بهشون نداره. سوالی که اون وقت برای جلسه بعد مطرح میکنه، تو این جهانی که حالا قراره علم بشناسه، جهان مستقل از ذهن و جهانی مستقل از ذهن و زبان من، ذهن خودش کجا قرار میگیره؟ ذهن چه نوع پدیده‌ای در این جهانه؟ و قراره چجوری ما ذهن رو بشناسیم؟ چه علومی قراره برای ما راجع به ذهن صحبت کنن؟ که این آقای دکتر شیخ رضایی باشه. که این به شکل غیر قابل مناقشه آمیزی به عنوان پیش‌فرض مطرح میشه. ببینید، در بحث شکاکانه ویتگنشتاین، کارنب و راسل همشون یه صحبتایی کردن و کواین. راسل به صراحت گفته که ما نمیتونیم هیچ وقت جواب شکاکیت در جهان خارج رو بدیم. خب کواین ولی یه ادعای جالبی میکنه، میگه اگر نظریه فلسفی به شکاکیت بیانجامه، این نشان دهنده ضعف این نظریه فلسفیه. یعنی اتفاقا شکاکیت یه ملاکیه برای اینکه من بین نظریه‌های فلسفی رقیب انتخاب کنم. اصلا هم لازم نیست از قبلش بیام توضیح بدم. اگه نظریه فلسفی جزء نتایج منطقی شکاکیت باشه، این نظریه فلسفی نظریه مناسبی نیستش. ویتگنشتاین اولام تا جایی که میدونم وقتی بحث شکاکیت در مورد جهان خارج صورت میگیره، تقریبا میگه که این حرف بی‌معنیه. بنابراین اینا به اشکال دیگه ای همشون راجع به این مسئله صحبت کردن، ولی اینکه این یه پیشفرضیه که اساساً به این معنی که میگم ما داریم توش کار میکنیم، به این دقیقاً به این فرم الان چیزی تو حضور ذهن نداره. سر تا حدودی حرف شبیه شبیه ولی نه عیناً، به دلیل اینکه اصلاً فکر نمی‌کنه که واقع‌گرایی در مورد جهان خارج مجموعه‌ای از گزاره هاست که یا مجموعه‌ای از جملاته که این جملات رو شما میتونید بهش باور داشته باشید نداشته باشید، این جملات میتونن معنا داشته باشن معنا نداشته باشن.
یعنی این چیزی که به عنوان چهار چوب ازش صحبت میکنه یه مقداری تفاوت داره با اون چیزی که ویتگنشتاین داره میگه، به خصوص که من الان که فکر میکنم اینم ویتگنشتاین اول تقریبا اون براش همه گزاره ها در یک سطح هن. این تمایز روی کردش به واقع‌گرایی در مورد جهان خارج که سرل اینجا برام مطرح میکنه با باورش به اینکه زمین گرده در ویتگنشتاین اول دیده نمیشه. در فکر کنم شیء به نفسی پاتنم در دوره‌ای که رئالیسم متافیزیکی رو کنار میذاره نزدیک میشه و دنبال رئالیسم علمی رو به عنوان ادعای علمی میبینه. ولی دقت کنید پاتنم اتفاقا از جز کساییه که برای رئالیسم حداقل در یه دوره‌ای از زندگیش استدلال آورده. این یه برهان معروفی داره به نام برهان عدم معجزه که اون البته به خصوص در مورد رئالیسم علمیه. باز با اینجا تکرار میکنم رئالیسم علمی در مورد وجود هویاتیه که در علم ازشون صحبت میشه، هویات نظریه علم. بنابراین باز باید دقت کنید که وقتی بحث رئالیسم میشه رئالیسم درباره چی داره صحبت میشه. نمیدونم واقعا، یعنی این بعد به فوکو مراجعه کنی مراقبت و تنبیه یه موقعی شاید کار میکرد یه ذره الان وقت در حقیقت دارن